همیانان عزیز، شجاعت، همبستگی و تداومی که شما همیهنان به ویژه در یک ماه گذشته با وجود سرکوب شدید و قطع اینترنت در شهرها و استانهای مختلف از خود نشان داده اید، برای شخص من یادآور ایستادگی و مقاومتی است که ملت ایران در مقابل نیروهای صدام در جنگ 8 ساله از خود نشان داد. شاهزاده جمعه هفته پیش حدوداً حرفهایی رو فرمودن از جنس آینده، دموکراسی، کمک گرفتن از نخبه ها، اتحاد و انسجام در شعارها، در اهداف، حرکت به سوی یک آینده با در نظر گرفتن گذشته. و برای خودشون باز هم گفتن دنبال مقام قدسی. همین مطالب رو فرمودن، سخنرانیشون بیاد طولانی نبود، دوستان میتونم ملاحظه کنم. کمتر کسیه که وقتی بیا صحبت کنه این همه شبکه همزمان اما به یک باره سازمان مجاهدین خلق، جبهه ملی نسل 5 و نسل 6 و گروه هاشون خارج از کشور. جالبه همین جبهه ملی اومده بودن فرموده بودن که گروه های خارج از کشور با ما ارتباطی ندارن، هم نسل 6 هم آقای زعیم، هم نسل 5 هم آقای موسویان. آقای موسویان تو کانال این تلگرامی جبهه ملی 1,200 تا 1,500 تا ممبر ندارن و جالب فالوورای آقای زعیم به عنوان سامانه ششم 42 نفر بود و این اعداد خود زیادی کم هست عزیزم. به علاوه یه سازمان های مانند شریک های فدایی، سازمان فدایان خلق، اتحاد فدایان خلق، سازمان های سکولار دموکرات که لایک جمهوری خواهان و یکی دو تا سازمان دیگه که البته متعلق با آقای علی افشاری بود و آقای تبرزدی، چنان هم هجمه کردن، حمله کردن که حد نداشت. من دو تا سوال مطرح میکنم. سوال اول، جمهوری اسلامی و حکومت آخوند پاسدار تورم ایجاد کرده و دلار رسونده به 32 هزار تومان. پاسپورت ما رو بی‌ارزش کرده، اقتصاد ما رو نابود کرده، سیاست ما رو در راستای تحریم بین‌المللی و مکانیزم معاشی قطعنامه 2231 قرار داده. چرا این گروه‌ها بر ضد رژیم متحد نمی‌شن؟ این 6 تا گروه جمهوری‌خواه بر ضد شاهزاده متحد شدن. عزیزان، من دارم یک سوال ازتون می‌پرسم. کمتر از 6 ساعت بعد از سخنرانی شاهزاده، آقای خامنه‌ای نمی‌خوام تو آمده میگه که صدای پهلوی شنیده میشه، علم میشه، بل میشه و گروه های دیگه میگن که آقای شاهزاده میخواد برگرده دیکتاتوری ایجاد کنه. شاهزاده با میشل بوتمن یک کتابی از به صورت پرسش و پاسخ تو 2017 دیگه عمومی شد، قبلش هم البته بود یه صورت دیگه در مورد زمان انتخاب، انتخابی برای آینده ایران. حالا از دوستان میپرسم کجاش بوی دیکتاتوری میده؟ این دوستان از جمهوری اسلامی دیکتاتوری نمیترسن، اما از آینده‌ای که شاهزاده به رأی مردم میخواد تکیه کنه میترسن. نمیدونم مردم دنبال قیافه محمد رضا شاه و قد بلند رضا شاه نیستن، دنبال افکار اندیشه پهلویستن، حرکت به سمت سکولاریسم، حرکت به سمت اقتصاد پیشرفته، ایران صنعتی، ایران آزاد، آزادی‌های بدیهی اجتماعی که در ایران سال 42 وجود داشت 60 سال بعدش وجود نداره. در زمان پهلوی شما اگر مشروب میخواستید بخورید میتوانستید، عبادت میخواستید میتوانستید و میتوانستید در خلوت و در جلوت یک شخصیت داشته باشید. من خیلی خوشحالم که همون نسلی که انقلاب کرد خودش، فرزندانش و نوه‌هاش داره نتیجه یک اشتباه بزرگ رو میبینه، نتیجه خودکشی اشتباه. در خدمت شما. خواهش می‌کنم. با سپاس از مطالبی که فرمودید، اما به خاطر اینکه رفع سوء تفاهمی باشه، آیا دکتر صحابه عزیز، منظور شما بر این اصل نیستش که کسی نمیتواند به شاهزاده اعتراض کنه؟ آیا منظور شما این نیستش که حتی شاید شاهزاده در رابطه با نظریه که داره میتونه اشتباه کرده باشه و معترضینی داشته باشه؟ من می‌خوام اینو بیشتر دربارش بشنوم از شما. سپاسگزار میشم. اگر شما یاد باشه 4 سال پیش بنده و شما و یه سری از اعضای دیگه در جلسه بودیم که تقریبا شاهزاده هم در اون محفل بودن، درست؟ بله، ایرانی ها شاهزاده بود دیگه، درست؟ بله بله، 4 سال پیش بود، درسته؟ درست. فکر میکنم ماه فوریه بود سال 2017، درست؟ درست. آیا آقای تبرزدی اومدن با شاهزاده صحبت کردن؟ شما هم حضور داشتید؟ بله. در جلسه
اول و دوم شاهزاده اعتراضی کردن برخوردش. خیلی، ولی میخوام کلا، بله میخوام نظر شما رو بدونم که میخوام این سوء تفاهم برداشته بشه، چرا که من میدانم، خب من شخصیت شاهزاده رو میشناسم، همونطور که شما هم میشناسید و بودین تو گفتارهایی که با هم داشتیم توی میتینگایی که داشتیم که یک نمونه شما دارید الان اعلام میفرمایید، شخصیت خود شاهزاده شخصیت دموکراسی هستش و ما کاملا آگاه هستیم. اما آنچه را که به عنوان یک شایعه اشتباه میتواند امروز کار کنه در بین ایرانیان این هستش که زمانی که افرادی در برابر دفاع از شاهزاده می ایستن، شاید این سوء تفاهم ایجاد بشه، کسی نمیتواند به ایشون اعتراض کنه، لذا ایشون شخصیتا این گونه نیست و تو میتینگ هایی که ما بودیم و خود شما هم تشریف داشتید، شاهزاده همیشه فرصت داده به کسایی که اعتراض داشتن و اعتراض اونها رو شنیده و به طریق متینانه جوابگو بودن برای اونها. شاهزاده دقیقاً با آقای تبرزدی در اون جلسه که خودتون حضور داشتید فرمود که کاری نداریم که قرار بود چیزی نگیره، خودتون میدونید بعد که آقای تبرزدی بود فیلم گرفتن بعد گلچین کردن، کاری نداریم. عزیزم که برنامه رو بعدم بریم، من آقای حیدری هم الان توانی نکرده بودین حرف رو بزنیم، من هرگز. زدم آقای حیدری پیش کشتم و یعنی دنبالی نبودی بگیم ما تو اون دلست هرگز. بله اینی بله، شاهزاده در کتاب خودشون می‌نویسن در آینده ایران باید دموکراسی و حکومت مردم باشه. دقیقا. در دموکراسی ما نه تقدس سیاسی داریم نه تقدس سیاسی. دقیقا. در دموکراسی اشخاصی که سلطنت حکومت، حالا ممکنه جمهوری باشه ممکنه پادشاهی پارلمانی باشه، وظایفی رو بر عهده دارند، نسبت به مردم پاسخگو هستند و باید نسبت به مردم جواب پس بدند. اصلا ما کسی رو فراقانونی نداریم در آینده سیاسی ایران، همگان در مقابل قانون برابر هستند و نسبت به اعمالی که انجام میدن باید پاسخگو باشه. حالا دوستان خیلی دوست دارن از پهلوی انتقاد کنن، من یک سوال از شما میپرسم. عزیزانی که طرفدار پهلوی هستید، عزیزانی که دشمن پهلوی هستید، اسم آخرین پادشاه ایران بود محمد رضا شاه. بله. ایشون برادری داشت به نام حمید رضا، متولد 1111-12 بودن. ایشون یکی دو بار کاری کردن که در عرف خاندان سلطنتی پهلوی نمی گنجید. بار اول اخطار گرفتن، بار دوم از خاندان پهلوی اخراج شدن. شاه میفرمایند من از برادر خودم اجرای قانون را شروع میکنم تا دیگران بدانند همگان در مقابل قانون برادرند. این یه چیز بود. آیا شاهزاده در سال 1300 فکر میکنم 28-9 1340 و 1356 حداقل سه بار چهار بار افرادی رو تو کوچکترین تخطی در مسائل مادی، من لیستش هست میتونم از کتاب سیدیا تا به اخیار لیستش رو بیارم، لیست این به درجه الف و ب و جیم هم تقسیم شدن بخونم، کسی که تخطی مالی کردن و از ساختار سیاسی ایران حذف کردن. مگه اصلا از این حرف هاست؟ الان 44 سالی که رژیم آخوندی داره بر ضد پهلوی سنپاشی میکنه، 53 سال ما پادشاهی کردن، 44 سال دارن آخونده دروغ میگن، اما خیلی خوشحالیم که امروز مردم شعار میدن بگو برگرد شاه، ایران که شاه ندارد حساب کتاب ندارد. مردم در آینده سیاسی ایران حق شهروندی میخوان، دموکراسی میخوان، سکولاریسم میخوان. شاهزاده هم قول دادند و این مبنا اجرا خواهد شد، حکومت در اختیار مردم. آمین که با فیض خداوند این گونه خواهد شد. آمین.